بعضی ها هستن که ریشه ایرانی ندارن، اما از خیلی ها ایرانی ترن. امروز تولد یکی از هموناست، آهنگسازی که ایرانی نبود اما تاریخ ساز موسیقی ایران شد. یک بی جانشین، یک اسطوره، کسی که موسیقی ایران رو با احساسش دگرگون کرد و هرچه ساخت خاطره ساز شد. خواننده های ایرانی رو پرورش داد و تبدیلشون کرد به بهترین ها. زیباترین آهنگ های آزادی ایران رو ساخت. سالها با خط به خط ملودی هاش عاشقمون کرد. ریشه ایرانی نداشت اما جزوی از ریشه ایران شد. هنرمندی از سرزمین بغض و عشق و صبر، مردی از دیار کابل، ستاره دنبال دار موسیقی ایران. امروز تولد جادوگر موسیقی ایرانه، کسی که سالهاست ما رو با جادوی موسیقی خودش حیرت زده کرده. سلام، من علی حسین پور هستم، شاعر و ترانه‌سرا. به موزیکلند خوش اومدید. موزیکلند، رسانه اختصاصی موسیقی ایران. امروز میخواییم راجع به یک نابغه صحبت کنیم، یک سوپرستار واقعی، کسی که ایرانی نیست اما آبروی موسیقی ایرانه. فرید زولاند، متولد 9 مرداد ماه 1334، پسر آهنگساز معروف افغان استاد جلیل زولاند و خانواده‌ای که همه هنرمند درجه یکن. خیلی ها شاید با اسم و چهره فرید زولاند داشتن نباشن اما بدون شک عاشق آهنگاش هستن و کلی خاطره باهاش دارن و به جرئت میشه گفت که بعضی از خواننده‌های سرشناس را از صدق سری آهنگ‌های فرید زولاند داریم. می‌خوایم سری بزنیم به ماندگارهای فرید زولاند که کلی باهاشون خاطره داریم. اما قبلش بگم که به طور قطع با شنیدن آثارش حیرت زده میشید. ای خالق هر قصه من، این من و این تو بساز دل شبا همش به میخونه میرم من سراغ می خانم گلای خانم گل برام سخت تحمل به تو نام می نویسم ای عزیز رم زمان خواست که من از تو جداشم این دنیا این دنیا ای نازنین در آینه تو ای بال و پر من رفیق سفر من اگر که جای دل دریای خون رو می کنم به آینه تو از هزار و یک شبی پریچه به جز تو زندگی هیچ پریچه. میدونم باورش سخته که این همه ملودی زیبا اثر یک نفر باشه اما مونده. ما تقریبا یه هفته داشتیم فکر میکردیم که کدوم کاراشو پخش بکنیم. حدود 170-180 آهنگ مگاهیت فقط داره که خیلی سخته انتخاب بینشون. هیچ کدومشون هم تکراری نیست و واقعا میتونه یک الگوی خیلی خوبی باشه برای آهنگسازای جوان ما. ما توی موسیقی امروزمون فقط کپی کاری میبینیم و تکرار. یه آهنگم اگر هیت بشه انقدر شبیهش میسازن که از آهنگ اصلی هم زده میشیم. در کل که فرید زولاند یکی از ستونهای اصلی نسل طلایی موسیقی ایرانه که حداقل سلیقه 4 نسل رو در موسیقی پوشش داده و هنوز هم کاراش تازه است. خواننده های درجه یکی رو معرفی کرد به موسیقی ایران که هر کدوم به نحوی باهاش سر ناسازگاری گذاشتن. بریم یه سری دیگه از کارهاش رو بشنویم و برگردیم راجع به این قضیه حتما صحبت میکنیم. میام از شهرش و کوله باره یاوره همیشه مومه این روزا که شهره یه قاصد خبرم داد که آفتاب لب بومه نوشتم رو تنشم دلم مثل دلت خونه زخمی تر از همیشه مثل باده سرد و پای قمیلا نفیر.
یک بخش کلی توی قانون هست به اسم کپی رایت که کم و بیش باهاش آشنایی داریم. یکی از زیرشاخه‌های کپی رایت قانون حق مؤلفه. یعنی چی؟ یک مؤلف، حالا توی موسیقی میشه ترانه‌سرا و آهنگساز، وقتی به خواننده کاری رو واگذار میکنه و هزینه‌ای رو میگیره، این تنها اجازه اجرای استودیوی اثره و هر بار هر جا خواننده این اثر رو بخواد بخونه باید به صاحب اثرش حقوق مادی کار رو پرداخت بکنه. این یکی از ده ها حقوق قانونی مؤلفه. حالا این قانون توی فرهنگ ما جا نیفتاده و خواننده فکر میکنه صاحب اصلی اثر شده. شما در نظر بگیرید یه خواننده مثلا ابی کارهایی رو که فرید زولاند واسش ساخته رو اجرا نکنه توی کنسرتش، بالای 80% از جذابیت کنسرتش رو از دست میده. به همین خاطر مجبوره که پرداخت بکنه حقوق صاحب اثر رو. تا اینجا رو دارید؟ خیلی ها به خاطر همین قانون حق مؤلف و فرید زولاند الان میونشون شکرابه، هم دلشون نمیاد حق قانونیش رو بدن، هم نمیتونن کارهاش رو اجرا نکنن. تا حالا توجه کردید توی کنسرت یه سری از این خواننده ها کارهای خوبشون اجرا نمیشه؟ مثلا کارهایی رو اجرا میکنن که خودشون هم گوشش نمیکنن. دلیلش همینه، چون که کارهای به درد بخورشون اثر همین آدم حسابیای موسیقیه. میدونید چرا سالهاست خواننده های لس آنجلسی از داخلی ها کار میگیرن؟ برای همین قانون حق مؤلفه. میدونن داخلی ها قانون کپی رایت رو یا نمیشناسن یا اگر هم بشناسن دستشون به جای بند نیست. میدونید چرا سالهاست کار خوب کم تولید میشه و امثال فرید زولاند ها و اردلان سرفراز ها کم کار شدن؟ به خاطر همین قانون حق مؤلفه. کار مجانی و کم کیفیت میگیرن و اجرا میکنن فقط به خاطر اینکه مجبور نشن فردا روز پول بدن به صاحب اثر. امروز که با تاجتان خوشید خانوم چار قدم عشقی آقای معلم بر چقدر به دنبال تو هم منزل به منزل بگو ای یار بگو ای وقت دادان دوتا مست چشات منو خوابم ستاره پر پر می کنی ای نازنین هر که در عشق تو گم شد از تو پیدا می شود همشهری همشهری انگار که با ما گریه نمی کنم نرو سال هاست که یک جنگ خاموش و در خفا وجود داره بین ایرانی ها و ترک ها برای تصاحب اسم مولانا که هر کسی به خاطر اهمیتش میخواد این شخصیت رو مال خود کنه، یا یه شخصیتی مثل ابن سینا که بین ایرانی ها و ازبک ها و عربا کلن دعوا سرش، یا همین خلیج فارس خودمون که عربا میخوان تصاحبش کنن. این هم بمونه یک سند تصویری به یادگار. 100 سال دیگه جنگ بین ایرانی ها و افغان ها سر اینه که فرید زولاند کجایی بوده. فرید زولاند یکی از 5 فرد تأثیرگذار موسیقی پاپ ایران بوده و هست. ای قبله من خاک در خانه تو کردم که یادم برید دیدم تو آسمون زندگی عشق من منو صدا کن سلام من به تو یار قدیمی منم شانه هایت رو برای گریه کردم آهای مردم دنیا آهای برای دیدن تو هر حادثه هم خیالی
استاد فرید زولاند، تشکر از این همه خاطرات خوبی که برامون ساختی و تشکر از این که از خودمون هم ایرانی تری. تولدتون به تمام ایران و فارسی زبانان جهان مبارک باشه. دوستان هر گونه اطلاعاتی درباره دنیای موسیقی دارید با ما به اشتراک بذارید. کانال یوتیوب رسانه موزیکلند رو سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو بزنید تا به آرشیو همه ویدیوهای ما دسترسی داشته باشید. تا یک قسمت دیگه از موزیکلند، خدا نگهدار.